لوازم مورد نیاز برای نقاشی با گوتا شامل پارچه تترون، طرح مورد نظر که من اینجا طرح پروانه رو انتخاب کردم، کارگاه خیاطی، رنگ‌های مخصوص روی پارچه، خمی دورگیر یا گوتا، قلمو که به شماره مختلف هستش، قلموی ریز و برش تو سایزهای مختلف، صابون خیاطی که به صورت مدادیش وجود داره میتونین استفاده بکنیم، پالت. برای این مرحله بایستی طرح مورد نظرمون رو زیر پارچه قرار بدم. این کار برای کسایی که طراحی قوی ندارن، یعنی خودشون نمیتونن طراحی رو به صورت دستی و آزاد انجام بدن، طرح رو زیر پارچه قرار میدم به صورت کج. حالا اگه بخوام مورب باشه طرحم، به صورت کج طرح اصلی رو زیر پارچه هم قرار میدم. توسط سوزن تگر طرحمو فیکس میکنم روی پارچه که حرکت نکنه. توسط صابون خیاطی طرحم رو روی پارچه منتقل میکنم. تمام خطوط محیطی طرحم رو با صابون خیاطی دورگیری میکنم. در این مرحله بعد از اینکه طرح رو روی پارچه کشیدیم، طرح رو بایستی جدا بکنیم از سطح پارچه. سوزن تگردش رو در میارم، طرح رو جدا میکنم. در این مرحله بایستی در واقع با کارگاه خیاطی ما میایم طرحمون رو فیکس میکنیم روی کارگاه. بعد توجه داشته باشیم که طرحمون داخل کارگاه قرار بگیره، بخاطر اینکه وقتی من روی سطح پارچه روی سطح صاف میذارم، با خمیر دورگیر راحت بتونم کار انجام بدم و کاملا خمیر دورگیر رو روی پارچه حرکت میدم و باید فشار بدیم که کاملا به بافت پارچه‌مون نفوذ پیدا بکنه. اگه خمیر دورگیرمون به بافت پارچه نفوذ نکنه، باعث میشه که رنگ از زیر خمیر دورگیر پس بده و زمینه کارمون رنگی بشه. خب دورگیری ما در این مرحله تمام شده، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تقریبا 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان میخواد تا خمیر دورگیر خشک بشه. بعد از اینکه گوتامون خشک شد، مرحله رنگ‌گذاریمون هست، یعنی تمام سطوحی که خود نقشمون رو تشکیل میده رو توسط رنگ ما میایم رنگ‌گذاریمون رو انجام میدیم. در اینجا رنگی که مد نظرم هست رنگ نارنجیه. میتونم رنگ بال پروانم رو هم داخل خود تر هم بیام رنگ نارنجی رو ترکیب بکنم، هم میتونم داخل پالت هم رنگ رو مخلوط بکنم و بعد منتقل بکنم روی پارچم. برای این کار من میام از قرمز و زرد استفاده میکنم، ترکیب قرمز و زرد. برای اینکه بیس پروانم رو رنگ بکنم، میام توسط قلمو با آب مرطوبش میکنم. با این کار میتونیم از پس دادن رنگ به زمینه جلوگیری بکنیم. بعد از اینکه مرحله خیس کردن کارمون تموم شد، وارد مرحله رنگ گذاری میشیم. به این صورت که رنگ قرمز رو از حاشیه، از قسمت هایی که بیرون بال پروانه هست، بستگی داره سلیقه‌ایه، شروع میکنم رنگ قرمز رو میذارم. همونطور که ملاحظه میکنین این کار در واقع رنگ شده، تمام شده و بیس کار رو من خواهم آموزش بدم که چطوری میتونیم کار رنگ گذاریمون رو انجام بدیم. برای رنگ کردن زمینه باید بیس کارمون رو کاملا خیس کنیم با قلموی پن. رنگ آبی رو پالتمون میسازیم و بعد با قلموی پن شروع میکنیم حاله های از رنگ آبی رو روی کارمون میذاریم. این نمونه تمام شده کاره. همونطور که ملاحظه میکنین حاله های از رنگ آبی رو ما توی زمینه کارمون کار کردیم.